خیلی از اینا این تئوریا که میدن معنیش نیست که انعکاس از واقعیت باشه. اینا میخوان این واقعیت رو به وجود بیارن. یه نوع پروپاگانداست. متوجه هستین؟ یه جنگ روانی تئوریاشون. اینا خیلیشون از یونیورسیتی اف شیکاگو گریجوییت میشن. قسمت علوم سیاسی یونیورسیتی اف شیکاگو اصلا یونیورسیتی شیکاگو که میدونی که کی افتتاح کرد اینا میدونین؟ بله؟ راکفلر. راکفلر افتتاح کردن. خاندان راکفلر. ولی اونا که اسم خودشون نمیذارن به دانشگاه، زرنگتر از اینه. و جانورهایی که از اون قسمت اقتصاد و علوم انسانی، علوم سیاسی میان بیرون، تزای عجیب غریب و جنگ طلبی و خصومت با همه دنیا، احساس برتری کردن به بقیه، اون تینک تنکشون بود، Project for New American Century، PNAC. اون تینک تنکی بود که پشت 9/11 بودش، سپتامبر 11 بودش. از اینجور جونه برا. خیلیشون ریشه بکنی، یه جوری تریسشون میتونه بکنی به University of Chicago. ما تو بیزنس تضمین نیستیم از من. تو بیزنس تحلیل هستیم از اون چی که داریم میگذره. تضمین کردن خیلی دشواره. حتی از تئوری گیم تئوری هم استفاده بکنیم که خیلی تئوری منطقی و ریاضی هستش، خیلی وقتا غلط جواب میده. سه تا متد هستش. یکی این که بگیم ما متد اول اینه که حق و باطل. آمریکا مثلا بگه ما بعد ریاست دنیا به گردن ما باشه، ما تو اینجا بگیم فقط ما حقیم همه باطلن، اون یه تئوریه. تئوری دوم به مسائل آمریکا اینه که نه خب الان یه ادمنستریشن جدید اومد تو کاخ سفید، اینا ممکنه متفاوت تر باشن از دموکرات ها. تئوری سومی که ما اعتقاد داریم تا مقدار زیادی علمی هستش، تئوری انتروپولوژیکال اپروچ مردم شناسیه. این تئوری، این انگلیسا قبل از اینکه هر جا برن تاخت و تاز میکنن، یه ارتش از جامعه شناس و روانشناس میفرستن. 150 سال این کارو میکردن. قشنگ میرن مردم مطالعه میکردن، their weakness, their strengths, their opportunities, their threats. بعد آخر سر ارتش میامد. ما بعد از دشمنمون یه چیزا یاد بگیریم که علیه خودشون استفاده کنیم. مردمشون رو بعد مطالعه کنیم، ضعفاشون رو بعد تو مردم مطالعه کنیم. یه چیزی هست اونجا به نام پرشر تست، تا چه حدی زیر پرشر متلاشی میشن یا نمیشن. چیز علمیه دیگه، خودتون همه میدونید، دکترای آینده هستین. ولی حق و باطل هم وجود داره. اینم یه وقت خدای نکرده سوء تفاهمی نشه، حق و باطل وجود داره. ولی نباید نارسیسیست بشیم، خودشیفته بشیم که فقط ما حق رو میگیم. این یه مشکل هستش متاسفانه. اونجا مشکل هست، بهش میگن چی؟ American Dream، American Exceptionalism. ما از همه Exceptionalیم، برتریم. اینجا میجوری ما اینجوری بعضی وقتا یه اشتباهایی میکنیم اینجا که خیال میکنیم ما فقط همه چیو میدونیم یا از همه برتریم، میزنیم همه رو داغون میکنیم. اینطوری هم نیستش متاسفانه، اینطوری نیستش. بفهمید من خیلی محدود بود همکاریم با اون. یکی از دوستا برای من فرستاد یوتیوب درست کرد. الان اونجوری باید برخورد کنیم بچه ها. ویدیو یوتیوب. متاسفانه اینجا یوتیوب بهش دسترسی نداریم. فیلتر شکن، سرعت فلان. درست کردن یه ویدیو 3 دقیقه، 3 تا 5 دقیقه بود. به زبان صدای مقام رحمانی بود، به زبان انگلیسی سابتایتل بود. همه انگلیسیش غلط پلت بود. ما دیگه انگلیسی درست کردیم، یه خورده بهشون گفتیم اینو اینجوری بگو، ترجمه درستش اینجوریه. مثل که ترجمه از تو گوگل ترجمه کرده بودن، درست نبود. بنده خدا یه خورده امکاناتشون سخت بود. خیلی سوال جالبی میکنین. برای اینکه این برخورد الان جنگ‌های واقعی، الان سایبر واره. یعنی جنگ اون جنبش‌ها داره کجا تو فیسبوک، تو توییتر. معلومه دیگه، رئیس جمهور آمریکا داره از توییتر استفاده میکنین. فقط حماقتش نیست، چرا احمقانه رفتار میکنه. ولی میدونه که اون تو 140 تا کاراکتر توییتر، من توییتر ندارم، تو 140 کاراکتر میتونه خیلی سریع برای آدمای بسیار ساده و کسایی که نمیتونن کتاب بخونن یا مقاله بخونن پیغامش رو دنیا پخش میکنه. خب همه رهبر دنیا بهش میخندن، ولی خیلی آدمای معمولی باور دارن حرفاشو، که خیلی ایشون خیلی سریع هم صحبت میکنه. یکی از خاصیتاش اینه که مثل خانم کلینتون اونجوری ریاکار و
کلک و اونجوری به اون صورت نیست، خیلی استریت صحبت میکنه. اما استریتش هم غلطه، هم به غلطه، ولی خیلی رک غلطاشو میگه. خیلی مهمه که از اون الان ویدیوهایی که درست میشه، صحبتهایی که میشه به فارسی، به اسپانیش، به روسی، به فرانسوی، اینا پخش بشه. فقط 3 تا 5 دقیقه. خیلی لازم نیست بریم کارشناسی یا کارشناسی ارشد تو فیلم سازی بگیرین که این کارا رو بتونیم بکنیم. درست کردن ویدیو یوتیوب چیز سختی نیستش، خیلی من راحت کردن و خودتون به شما ابزاری تو خود یوتیوب میده که میتونید ویدیوتون ادیت کنین، رنگو بالا پایین ببرین، کات کنین. اصلا خیلی جالب، خیلی جالب شده. از اون ابزارا باید استفاده کرد، اینا ابزارهای مدرنه. ممکنه اونا نرن khamenei.ir www.khamenei.ir، ولی اگه مثلا بخواین میتونین از طریق سوشال میدیا اون سایت رو هی تبلیغ کنین. تو خود khamenei.ir بریم به چندین زبان نوشته و ترجمه ها درست، صحیح، پروفشنال، حرفه‌ای. سخنرانی ایشون به زبان مختلف ترجمه میشه. و آقای مقام رهبری استراتژی خیلی خوبیه، خیلی استراتژی خوبیه و مشاوره خوبی هم دارن، دنیا رو خوب میدونن. برای همین تا حالا جنگ نشده اینجا. شما فکر بکن دورور ایران کمین کردن. نقشه رو بریم بزنین پایگاه واشنگتن رو، پرچم 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 آمریکا هستش دورور ایران. بحر خزره که یه خورده نیست. از این متدا باید خیلی بیشتر استفاده شه، خیلی بیشتر، که صداتون رو به اونجا برسونین. اول از همه مردم خودمون رو متقاعد کنیم. بذار بهتون بگم اون خیلی واجب تره که پشت شما باشن، پشت نظام باشن. بعد simultaneously at the same time که اون داره اتفاق میفته، کمپین خارجیتون رو شروع کنین. الان من مثلا اول سیمستر، اول هر ترمی این نظر سنجی میکنم از کلاسام، که مثلا 15 تا سوال میکنم که مثلا اینا مخاطبم کیه. یک از سوالایی که مثلا شو تلویزیون مورد علاقتون چیه؟ خیلیشون میگن ما تلویزیون نگاه نمی‌کنی، یوتیوبیم فقط. این یوتیوب باید یه کارش بکنیم، ما یه کارش باید بکنیم. اینجا چیز هست، آپارات هستش، ولی خب دارم میگم اون دیگه بستگی به نظام باید تشخیص بده که اینو واسه امت اوپن بکنه، باز بکنه یا نه، یا دسترسی محدود باشه. اون تشخیص نظامه. ولی استعدادتون رو میتونی به اونجا برسونین و خیلی افکتیو، خیلی مؤثر میتونی برسونین. because people are watching youtube، people مردم دارن مستند. مثلا من بعضی وقتا شده بود که مثلا بازم یه آنتراکه به دانشجوام بدم، یه کلاس همش سخنرانی نباشه، پاورپوینت و اینا. گفتم بچه‌ها دوست داریم یه فیلم مثلا استراتژیک بهتون نشون بدم یا داکیومنتری مستند. همه میگفتن مستند. 9 از 10 نفر میگفت مستند. مستندای خوب باید بیشتر بسازیم و فقط زیرنویس انگلیسی نباشه. مردم اینقدر تنبل شدن، بچهای اون طرف، دهه 70 های اون طرف، که فقط میخوام بعد دوبلش بکنیم، خرجش بیشتره. بله، بعد خرج کرد دوبله اون کسی که صدا میذاره، ولی خیلی موثرتره، خیلی موثرتره. ما خودمون تو 3 سالی که اومدیم 2-3 تا داکیومنتری درست کردیم با بچهای سوریا تو شبکه 1 و اینا، ولی خب اونا محدودیتای دارن دیگه، متاسفانه خیلی کارا نمیشه پخش بشه و اینا، و خیلی هم عقب افتاده. همه محتوا رو ما بهشون، به بچه‌ها دادیم، تدوین میگین، ادیت. دوست عزیزمون اینجا حسین داشت میگفت از کمکاریای متاسفانه ایرانیا. تو کار رو انجام دادیم ما بدون قرارداد کاری، با دل و جون، من و همکارای دیگه‌ام، ولی هنوز تدوین نشد. اون که آره، اونو نمیگم. دوستای دیگه مستندساز اصلا کپی مستند واسه اکران خصوصی درست نکردن. اصلا ولکن پخششو، محدودیت های سیاسی و کشمکش های درونی و اینا. نمیخوام قضاوت کنم، ممکنه بیچاره قد کار دوم و سوم داشته باشه که این فقط علاقه مثلا شخصیش، پول ازش توش در نمیاره. در همه چی ریشه بیدار، ریشه بعد ریشه بایی کرد. قضاوت حد بذاریم برای آپشن آخر، ولی خب در صورت انجام نشده. اون داره، منظورم از این صحبت اینه که یک ابزار بسیار پرنفوذه، بسیار پرنفوذه اگه حرفه‌ای و درست انجام بشه. حرفه‌ای هم انجام نشه، باز کسایی هستن که تماشا میکنن، بالاخره یه چیزی از توش ممکنه درست باشه و صحت داشته باشه. سال بعدی بفهمید.
کدوم قشرشون؟ اگه قبول داشته باشن و نداشته باشن رو چیز نمیکنن، نمیگن. ولی کسایی تو تینگ تنگ ها هستن، مثلا تینگ تنگ وودرو ویلسون اینستیتوت که ایالت ما هستش کالیفرنیا، که ایشون اسم نمیارم، نامه شخصی میفرستن برای مقام رهبری و مثل نامه بقیه توهین‌آمیز و چی بود این حرف آخری که آقای ترامپ زد به فارسی چجوری ترجمه کردین؟ We warn Iran. هشدار، ما به ایران هشدار میدیم. برخورد اونایی که تو تینگ تنگ هستن اینجوری نیستش، برخورد با احترام هستش، علمی هستش، اگنالج تصدیق میکنه که شما یه قدرت هستین. ولی سیاست مدارا بیشترشون متاسفانه جنجالی رفتار میکنن. آقای اوباما باز یه خورده یه نیمچه بهشون تدبیریشون داشت، ولی ببین دیگه چه افتضاحی بعد از آقای اوباما اومده دیگه. خدا به داد هممون برسه، علل خصوص ما تو آمریکا اولین قربانیش ما اونجا هستیم. بچه‌ها بهتون بگم، یه از هم گسیختگی تو آمریکا به وجود اومده. یه چیزی هست تو عرفان شرقی بهش میگن کارما. آشنا هستین به این؟ برمیگره به خودتون. ما بهش میگیم جیوپولیتیکال کارما. اینقدر اومدن تو این منطقه تفرقه سعی کردن بین اهل تشیع و اهل تصنع را بندازن. داخل اهل تشیع یه پدرسوخته یه تو لندن باریکلا را بندازن، تو اهل تصنع باز یه پدرسوخته دیگه هست، اونم تو لندنه، روش رو قرمز میکنه و اسمش یادم نیست، لیاقت یاد گرفتن اسمش رو نداره طرف. اینقدر سعی کردن تفرقه بندازن تو سوریه، تو ببین تو بحرین دارن، تو یمن دارن چیکار میکنن، لیبی شده لیبی شرقی و غربی، داره یه جوری به خودشون برمیگرده. به این میگن کارما، جیوپولیتیکال کارما. هر کس ما مگه اون عمل کرده بکنیم به خودمون برمیگرده، این قانون علمیه. باز هر عملی عکس العملی وجود داره، اگه عمل بد باشه عکس العمل بد خواهد بود. شما همتون نسبتون دانشمند میشین دیگه، ان شاء الله چند سال دیگه یا الان هستین. وقت میگیم وقت محدودیت ساعتی داریم. من که انرژی دارم از شما میگیرم، میتونم بخورم. تایم اینجا با تایم محدوده، بعد شبم اینجا بعد پس بدین برنامه است. آره اگه اجازه بدین یه سری یه سال آخر رو بگو. تهیه شده چی شده؟ سنتی شهر همدان. خب که به رسم یاد بود تقدیم شما میشه. بذار یه سال دیگه هم جواب بدیم. دستشون رو ایشون با دقت گوش میکردین، حیف سوالتون رو جواب ندادن. غرب چین تو گوبی دزرت اونجا کاملا مسلمان هستن. اونا چین هم مسئله خودشو داره. شرق و غرب چین کاملا دو تا کشور مختلف هستن. شرقش که ببخشید، بله شرقش که کاملا خدا نشناس و کامپلیتلی ماتریالیستیک مادیگرا هست، غربش یا حتی جنوبش که مثلا میخوره به تبت و اینا، عرفان و مذهب هنوز رول خیلی خوبی داره. غربش هم که مسلمان هستن، ترکیکن، زبان ترکی، یه دیالکت زبان ترکی صحبت میکنن. خیلی سوال خوب و پیچیده هستش. یعنی من میتونم اینو عرفانی جواب بدم تو متافیزیکس، یه چیزی اونجا هست بین این دو تا رودخونه، یه خودش یه سخنرانی جداست. میتونیم ژئوپلیتیکی جواب بدیم که فقط بین‌النهر نیست. اگه مثلا ما نفت نداشتیم تو این منطقه ممکن بود وضعمون خیلی بهتر بود. اونم چیه؟ یه چیزی ما داریم که اونا به هر قیمتی باید بهش دست پیدا کنن، و که تمدن قرن 21 فقط فونداسیونش نفت بوده. نفت، گاز طبیعی، فاسل فیول ما بهش میگیم.
یه قسمت دیگه سوء مدیریت افتضاح از مراکش تا پاکستان هست که اونام قشنگ اینو ریشه‌یابی کردن، میدونن ازش بهره برداری کنن. یه قسمت دیگه هست که به غیر از منابع نفتی، منابع طبیعی دیگه هم هستش. انواع اقسام، شما محمد بعدم پزشک میشین، انواع اقسام گیاهایی فقط تو همین ایران هست، تو کردستان هست، هیچ جای دنیا هیچ جای دیگه ممکنه اگه باشه کمتره. برای انواع اقسام داروها ساخته میشه. منظور اینه که منابع طبیعی خیلی زیادی توی منطقه هست و هر سیچویشنی، هر موقعیتی که منابع طبیعی باشه و سوء مدیریت اقتصادی کلون باشه، دیزاستره، یک فاجعه میشه متاسفانه. این فرهنگ کمتر هستش مثلا تو ژاپنیا، من نمیگم نیست. فسادی که فساد مالی که تو چین هست اصلا یه وضعیه، یه وضعیه. چین ممکنه زودتر از آمریکا صعود کنه، برای اینکه بابله، اقتصادش حبابه. ارقام میگین، ارقام واقعی رو چاپ نمیکنن، دولتشون کاملا نوزیت یه بابل درست کردن. اگه بخواید از من تضمین بخواید، اونا مشکلات فسادای اقتصادی خودشون دارن. مسئله اینه که همه دنیا الان توی تکاپویه، این جهانی، این حالت. یه جایی خیلی خرابه، یه جایی مثلا جایی که فعلا ما هستیم هنوز داغون نشده. آمادن همه، اونجا همه تا خرخره تفنگ دارن. منتظرن، یه جو وحشتناکی داره به وجود میاد توی سر تا سر آمریکا. اونجا از قانونی شما میتونی تفنگ داشته باشی اگه مثلا بک‌گراند مثلا یه نوع بیماری های روانی رو نداشته باشه، هر کس میتونه تفنگ مسلسل بخره، سمی اتوماتیک میتونه بخره، اتوماتیک نمیتونه بخره. این همون M16 که سرباز آمریکا استفاده میکنه، میتونه AR-15 رو بخره، سمی اتوماتیک. یعنی منظورم اینه که این مسئله جهانی. الان منم خیلی زیاد سفر میکنم، خیلی جا فرهنگاشون رو باشون کامیونیکیت میکنم، مطالعه میکنم، هر جا میرم میبینم چقدر مسائل مشترکه، چقدر مشترکه. آستانه هستیم، ما آستانه ظهور هستیم، خیلی نزدیک، مثلا ممکن توش باشیم خودمون ندونیم، خیلی نزدیکه. ولی خب دارم میگم حتی اینم الان توی مملکت بگی یه حالت برند شده متاسفانه، متاسفانه تو بعضیا، نه تو بعضیا دیگه، تو بعضیا دیگه هنوز ایمان سر جاش هست، تو بعضیا اصلا دیگه خیلی غمناکه واقعا. چیزایی که من تو ایران تو این سفر سومم دیدم خیلی نمیخوام بگم ناامیدم کرد. بعد بابام همیشه میگه در ناامیدی بس امید است. ولی خب دیگه نمیگم دیگه. نمیخوام آخرین چیزی که میگیم چیز منفی باشه. میخوام آخرین چیزی که بگیم چیز مثبت باشه. مثل انرژی تمیز، کلین انرژی. شما خیلی پتانسیل دارین تو ایران برای کلین انرژی. نصف ایران کویره، سولار انرژی. You can be a leader. ما همش چسبیدیم به منافع گاز طبیعی. وقتی تموم شه میخوام چیکار کنیم؟ چی دیگه داریم؟ فرش؟ فرش هم دوباره صادر ما فرش دیگه داره دنیا دیگه. خیلی برای بشریت امید هست الان. یعنی دو تا روند داره با هم دیگه اتفاق میفته. یه روند به طرف نابودی، جهل. اول از همه جهل. که میکشه به نابودی و جنگ‌های جهانی و تاخت و ساز و اصلا غلبه کردن به بقیه و خودشیفتگری و همه اونا. یه روند دیگه وجود داره که امیدبخش واسه بشریت و سکولار هم نیستن. چرا؟ خیلیشون سکولارن، ولی خیلیشون باورهای واقعا عمیق عرفانی و دینی دارن که جهان به طرفی میره که همه با همدیگه به صلح و آشتی برسن. وقتی به همون تئوری صد میمون بودش برسیم، تعداد حالا 100 تا که نیستش، خیلی ممکنه میلیون ها باشه، یه تحولی به وجود خواهد اومد. اون موقع است که ظهور اتفاق خواهد افتاد. داری الان ما داریم زمینه سازی میکنیم، ما زمینه سازان ظهوریم. خیلی هم هارد ورکه، خیلی هم سخته، ولی شب راحت میخوابی، صبح راحت‌تر بلند میشی، خیلی بنفیت های خودشو داره. ولی آره، اگه بخوای توی ناز و نواز زندگی کنی اینجوری نیست. خب دست شما در نکنه. ممنون بابت صحبت های بسیار خوب، شفاف و بی‌پرده. متشکرم. از جناب آقای دکتر جلیلی معاونت دانشجوی فرهنگی دانشگاه دعوت میکنم که به ولی سن تشریف بیارن.
عرض سلام و خیر مقدم دارم به اثر استاد عزیز و گرانقدر جناب آقای دکتر الکساندر آزادگان و تشکر میکنم از اینکه دعوت دانشجویان رو پذیرفتید و در همدان و دانشگاه علوم پزشکی خدمت شما بودیم. انشاءالله این ارتباطات بین استاد و دانشجویان ادامه داشته باشه، حالا از طریق فضای مجازی و استفاده از اینترنت، و قولم میگیریم که انشاءالله دفعه بعد تشریف آوردید حتما باز خدمت شما باشیم. من فقط یه نکته رو می‌خواستم خدمت دوستان عزیز و استاد گرانقدر بگم، اینه که من به عنوان متولی فرهنگی دانشگاه به این نتیجه رسیدم که این باور رو دارم که اگر هر بحرانی اتفاقی تو مملکت بیفته، با توجه به اینکه حالا در حال حاضر ما می‌بینیم جناح‌های مختلف، تفکرات مختلف، علایق مختلف و حالا بینش‌های مختلف در جامعه هست، ولی وقتی موردی پیش بیاد که امنیت و یا اصلیت ایرانی رو و یا اینکه اعتقادات مردم رو تحریک کنه، همه اینها متحد میشن. مثل زمان 8 سال دفاع مقدس بارها ما دیدیم وقتی بحرانی تو مملکت ایجاد میشه، همه با هم بسیج میشن و داوطلبانه میرن تو وقایع طبیعی، زلزله ها که اتفاق میفته، تو بحث ساختمان پلاسکو یا اتفاقاتی که میفته، ممکنه اولش این ناهمگی باشه، ولی بالاخره این مردم همدیگه رو پیدا میکنن و متحد میشن و میشه امیدوار بود که الحمدلله این روال ادامه خواهد داشت قطعا، و ما هم در کنار دوستان هستیم تو برنامه‌های مختلف فرهنگی سیاسی، حالا حمایت میکنیم از دانشجویان عزیز، تفکراتی باشه استقبال میکنیم، اطلاع رسانی باشه در دانشگاه بالاخره حمایت میکنیم، ولی این دید و این ذهنیت تو ایرانی هست که همیشه وطنش، دینش، مملکتش و مردمش رو دوست داره. مواقعی که احساس خطر کنه، همه با هم در لحظه‌ای که آدم اصلا تفکرش رو نمی‌کنه، فکرش رو نمی‌کنه، متحد میشن. ما بارها دیدیم تو در طول دفاع مقدس، من خودم الان مناطق جنگی بودم، موقع من از 14 ساله بودم که منطقه جنگی رفتم سال 57 و یا تو عملیات‌های مختلف، حالا بعداً دوران دبیرستان، اواخر دبیرستان اومدم سن من بالا رفت، بعضی مواقع می‌دیدم کسانی اومدن که آدم فکر نمی‌کرد اینا بتونن مثلا تو جبهه موقع عملیات کار خاصی در مقابل لشکر مجهز بس انجام بدن، ولی موقعی که عملیات میشد هر کدوم از این بچه‌ها خودشون یه فرمانده بودن، یعنی کارهایی میکردن که اصلا آدم تعجب میکرد که این بچه دبیرستانی، بچه محصل و یا دانشجو چطور میتونه نقش یه فرمانده رو بازی کنه و اصلا وضعیت فضا رو تغییر میداد. و این تفکر الحمدلله تو مملکت ما هست. ما زیاد اینطور که استاد گفتن، خب بر اساس بینش و نگرش خودشون، برداشتی که در دوره آخرها تو ایران داشتن، ولی میتونیم بگیم که ملت ما همیشه بیدار، آگاه و مواقعی که لازمه حتما به صحنه میاد و موانع رو برمی‌داره. شما از ته وجودتون باور دارین که ایثاری که نسل شما کرد، وگرنه الان ما مجبور بودیم به صدام میگفتیم عمو صدام، فکر می‌کنی الان هنوز اون انگیزه، به غیر از این عزیزان که اینجا نشستن پای حرفای ما، فکر می‌کنی انگیزه واقعا وجود داره؟ اگه وجود داشته باشه، این برای ما واقعا یک منشأ امیده اونور دنیا، ولی وقتی از خارج می‌بینیم، امیدواریم که حرفا که شما زده باشین کاملا اتفاق بیفته توی شرایط کنونی. نسل جدید نظرتون چیه؟ به نظر من نسل تغییر نکرده. با زبان انقلاب و نسلی که انقلاب کرد، نسلی بودن که دست پروردی حالا زمان تاغوت بودن، ولی همه به سمتی رفتن. یه مقدار ممکنه اون بحث روحانیت و اون حضور در صحنه ظاهرا کم رنگ شده باشه، ولی همه خب اون تفکر رو دارن، اون بینش رو دارن، وقتی لازم باشه احساس خطر کنن به صحنه میان. این بحث حالا جلسات امروز هم خب یه مقدار فلبدای شد، یه مقدار اطلاع رسانی ما از طرف ما دیر شد به خاطر هماهنگی که بعد انجام میدادیم. خب دانشجویی که حالا خدمتشون هستیم، از اعضای فعال دانشگاه هستن، هر کدوم از اینا پیام آور شما هستن برای سایر دانشجویان، یعنی این مباحث رو قطعا منتقل خواهد کرد به سایر دانشجو. کیفیت بیشتر از کمیته. ممنونیم از همه شما عزیزان که تشریف آوردین. یه صلوات ختمه.